اسلام آتشی بود که در صحرای عربستان شعله ور گردیده و در زودترین فرصت راه را از شرق تا غرب پیمود. یک برادری را در سطح ملل ایجاد نمود که نظیر آن در تاریخ بشر دیده نشده بود. پیامش توحید و خالی از ابهام بود. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد از یک سلسله فتوحات، تمدن اسلامی زیبایی، کمال و جلال را به ارمغان آورد که نظیر آن در تاریخ بشریت وجود نداشت. بعد از رسیدن به قله موفقیت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، تجارت، علم، هنر و غیره، چگونه ممکن است که این میراث پرارزش را مسلمانان از دست داده اند و امروز به یک وسیله تمسخر جهان مبدل گردیده است؟ چگونه ممکن است که امروز مسلمانان در همه عرصه ها از غرب عقب مانده اند؟ چی شد میراث و تاریخ ما؟ چی باعث این زوال اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ما شد؟ بیایید که در اینجا دلایل اصلی را جستجو کنیم و جوابان این سوالات داغ را پیدا کنیم. این سفر مانند سروی در باغی است که روز با مرغوبیت گلها و آواز بلبلان بسیار مشهور بود، ولی بعد از ویرانی هنوز هم اثر آن باقی است. بیایید که این باغ را پیدا کنیم، به امید این که احیای این باغ غیر ممکن نیست در صورتی که صداقت و خلوص موجود باشد. افتخار دارم که بعضی از علمای مشهور عرب را در رابطه تحقیق ملاقات می کنم. اولین عالم را که در رابطه تحقیق ملاقات کردم آقای شیخ السید قصی ابو سید است که از یک فامیل مشهور علمای عراقی که نسب وی به سید احمد رفاعی رحمت الله علیه می رسد. خلینا نبدأ بسؤال سیدنا. عفوا. عمدترین دلائل عقبمانی مسلمانان در عصر ما چیست؟ هذا الدين هو سبب عزنا. دین اسلام مایه افتخار ماست. اگر شخص افتخارات خیش را گذاشت از آن عدول کرد و از بابی که باعث این افتخار شدن آن را به بعد فراموشی سپرد، بدون شک این شخص افتخارات متذکره را از دست خواهد داد و عقیر خواهد شد. الذلت لها اسباب. عزت و عقارات هر یک عوامل خود را دارد. نصرت اعلی جل جلاله با افراد نیست که صرفا در جستجوی زندگی کردن هستند، نه دنبال پیشرفت و کسب عظمت. موفقیت انسان ها همیشه وابسته بوده به محبت و پیروی آنها از حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم، یگانه وسیله اتصال با اعلی جل جلاله. سیدنا اذا ايش تقولون في شبابنا اليوم؟ توصیه شما به افرادی که صرف در مورد لذایز مادی و خواهشات نفسانیشان فکر میکند چیست؟ بینما العلماء العاملون. علمای ربانی و اهل طریقت متفقند که لذایز اصلی لذایز عقلی و روحی می باشد و افرادی با صحبت نیک کار دارند که این لذایز را درک کنند، مثل صحبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب کرامش. یک عربی جاهل در حضور نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیشاب نمود که تمام اصحاب کرام را به خشم آورد، ولی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عربی را به حضور پذیرفت و با وی صحبت کرد. بعد از مدت شخص تا اندازه ای از پند و نصیحت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم مستفید شد که سخن از حکمت می زد. بناهن باید گفت که انسان ها ضرورت به پند دارند تا اینکه لذایز واقعی را درک کنند. فکر کردن صرفا در مورد لذایز جسمانی انسان را زود خسته می سازد و بعد انسان جایی برفتن ندارد. لما رأوا شمس النبوة الأعظم صلى الله عليه وسلم ورأوا فيه شيئا عجيبا يطهرهم يزكيهم يعلمهم الحكمة. سفر را به ملاقات اشخاصی که جدیداً به دین اسلام مشرف شده اند ادامه می دهیم تا درک کنیم که اینها در اسلام چی عظمت را دیدند که احیاناً ما مسلمانان اصلی با مشکل آن را محسوس می کنیم. قبل از مسلمان شدن تجربه ادیان دیگر را هم دارید. چی چیزی را در اسلام متفاوت یافتید؟ عیسویت را یک دین غیر منطقی یافتم، زیرا مرا در تجسم کمک نکرد تا حقایق واقعی را درک کنم.
بعد به هندونیزم و بودلیزم رفتم که آن هم برایم پیش از پیش منحرف کننده بود و نتوانستم تا یک آرامش روحی داشته باشم. اسلام تمام حقایق غیر منطقی و شبهات تخیلی را از من دور کرد و اسلام یگانه دینی بود که برای بار اول برایم راه را به عقل و روح معرفی و خوب را از بد برایم تفکیک کرد. And I was able to understand the other religions through the lens of Islam. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. چرا زندگی راحت خود را در انگلستان ترک کرده و به یک کشور اسلامی مسافرت کردید؟ من در یک فامیلی که جدیداً به اسلام مشرف شده بود متولد شدم و زندگی برایم در انگلستان ناخوشایند بود، مخصوصاً از لحاظ فرهنگی، زیرا فرهنگ در آنجا محض یک فرهنگ مادپرستی است و بر روح انسان چیزی برای عرضه ندارد. من می‌خواستم به جایی بروم که آرامش روحی داشته باشد. اخیراً انگلستان را ترک و دروس عربی را شروع کردم تا که تا اندازه راه مستقیم را پیدا کنم. That beginning of that path that I was looking for. Allah, Allah, Allah. تحقیق تکمیل نیست تا اینکه بحث در مورد قرآن و اسرار آن صورت نگیرد. بیایید ملاقات کنیم با یک شخصیت معروف عالم قرائت قرآن عظیم الشان و درک کنیم باز اسرار قرآنی را. شیخ رشاد شریف سابق امام مسجد اقصی بود که حالیا در مملکت اردن مقیم است. گفته میشد که شیخ رشاد شریف یکی از ماهرترین قاریای عصر ماست و در علم قرائت نظیر ندارد. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ الله أكبر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قرائت استاد ما عبارت از عروج کمال در نطق، احکام، قالب موسیقی و عادات قرآنی بود. آوازش مانند یک فرشته بود. در حقیقت قرائت درست قرآن و پیش بردن زندگی در مطابقت به احکام الهی و درک عمیقان و درک حقیقت این خزانه بزرگ و دعوت دیگران به آن، تناور روح دلها به آن، اهداف اصل این کتاب الهی می باشد.